خانم‌ها و آقایان سلام عرض می‌کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، خوش باشید، انشالله سلامت باشید که مهمترین چیز روزها همون سلامتی همیشه هست، بلکه این روزها بیشتر از پیش صحبت سلامتیه و گرفتاریاتون انشالله زودتر حل بشه. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی و طریق شبکه جهانی تلویزیون پارس. روزهای دوشنبه، چهارشنبه، جمعه از ساعت 9 تا 10 شب با شما هستم. قراره که از روز دوشنبه آینده ساعتهای روزم تغییر بکنه و به یک بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا برسه. امیدوارم که این هفته دیگه بشه، چون چندین هفته به هم قول میدن و به هر حال قول نهایی اینه که از هفته آینده، از دوشنبه آینده، از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر و شبها از ساعت 9 تا 10 شب به وقت کالیفرنیا در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و ارجمند و گرامی هستن. اما خب ما کار زیادی تو دنیا امروز نداریم. گرفتاری بزرگ ما همین مسئله کروناست. کرونا بد چیزی فکر ما رو مشغول کرده، فکر تمام دنیا رو مشغول کرده. اگه شما مراجعه کنید به خبرها، میخواید اصلا مثلا فکر کنید که بنده باورتون نمیشه، مثلا شب ها تا ساعت 12 1 بعد از شب میشینم خبرها رو مرور میکنم، صبح که بلند میشم اولین کاری که میکنم تا برنامه هم شروع بشه مرتب خبرها رو مرور میکنم. تو دنیا مثل که هیچی نیست. خب دلیلش هم مشخصه، برای اینکه همه ترسیدن و به گوشه خانه های خود گزیدن و پناه بردن. و از کی بگم؟ از آن پوتین گرفته تا آدم های معمولی مثل منو، خدا نکنه شما معمولی باشید، ولی که برحال معمولی مثل بنده تو خونه پناه گرفتید. ببینید مثلا فکر کنید که این آقای پوتین احساس خیلی گردن کلفتی میکنه دیگه، نه؟ از اون جمهورایی که خب بد هم نیست اتفاقا به نظر من، مثلا نشون میده که مایچه داره، ورزشکار، سوار اسب میشه، نمیدونم از این کارهای به هر حال زیبای اندام میکنه، نشون میده که سرحال گردن کلفتی میکنه. هفته پیش اینا رفتن با رئیس پژوهش های بیماری های واگیر روسیه، رفتن یکی از بیمارستان هایی که کرونایی ها رو اونجا بستری کرده بودن. این آقای رئیس پژوهش های بیماری های واگیر روسیه و آن کرونا، میگم آقای کرونا، آقای پوتین ماسک نزده، لباس ایمنی هم نبود. آقای جالب بود برام، آقای پوتین با چی میگم، با کاپشن، با یه کاپشن ورزشی اومده بود توی بیمارستان. اون آقا هم که خب برحال رئیس جمهور باز تبعیت بکنه دیگه، اون هم ماسک اینا نزده. حالا اون آقای چیز گرفت، کرونا گرفت، نخست وزیر روسیه هم کرونا گرفت، آقای پوتین فرار کرد، از مسکو اصلا خارج شد، از کرملین اومد بیرون رفت خارج از مسکو، که به هر حال فهمیدن اینجا گردن کلفتی جواب نمیده. خیلی جا گردن کلفتی جواب نمیده. بعد یه جاهایی هست که من نگاه میکنم مثلا خب مثلا خبر مهم اینه که در روسیه پوتین گیر کرده که آقا میخواد اجازه بده مردم بیان بیرون، چون اونا هم دارن اقتصادشون کلپس میکنه، داره اقتصادشون ریزش میکنه، اینم میخواد انتخابات بذاره، رای گیری بکنه، رفراندوم پوتین بذاره که آقا 8 سال دیگه این انتخاب بشه، 8 سال دیگه. حالا فکر کنم 16 سال رئیس جمهور روسیه هست، بازم میخواد باشه 8 سال دیگه. بنابراین احتیاج داره که قانون اساسی رو عوض کنه، رای گیری کنن. حالا این کرونا اومده، این برنامه‌اش به هم خورده. پوتین قبل از این محبوبیتش خیلی بالا بود در روسیه، خودمونی از تقویسی مردم روسیه دوستش دارن، ولی که الان محبوبیتش اومده پایین به خاطر این کرونایی، شده 53%. ولی که معلوم نیست که اگه این رای گیری مثلا 2 ماه دیگه انجام بشه، شاید که پوتین به اون آرزوش نرسی که بتونه 2 مرتبه دیگه قانون اساسی رو عوض کنه و 2 مرتبه دیگه رئیس جمهور روسیه بشه. خب گرفتاری پوتینه، گرفتاری آقای ترامپ هم همینه، که اقتصاد آمریکا داره لطمه میخوره، بیکاری شده 33 میلیون نفر تقاضای بیکاری کردن و بدهکاری‌ها داره میره بالا و میگن آقای ترامپ خوب
مقابله نکرده با این کرونا، در که در روسیه میگن که درصد تلفات 1% خیلی پایینه میگن. حالا البته خب روسا میتونن کنترل کنن آمار مردگانشون رو ندن، در که مثلا نگاه کنیم میگن که اگه مثلا 1% بشه تا حالا تو روسیه با اینکه تعداد مبتلایان به کروناش بعد از آمریکا در دنیا دومه، میگه که تا حالا 1200 نفر مردن، در که آمار مردگان روسیه نشون میده که هر روز نسبت به پارسال امسال 1700 نفر هر روز تعداد مرده ها بیشتر بودن. خب آمار احتمالا روسا کنترل میکنن و نمیدن. این داستان کل قضیه دنیا کروناست. و وقتی من این نگاه میکنم، دیشب اتفاقا ما داشتیم این فیلم مستند نگاه میکردیم تو خونه از جنگ جهانی دوم، دیشب تا دیر حدود ساعت 12 شب این فیلم مستند هست در یکی از کیبل های سایت های تلویزیونی و ما داشتیم نگاه میکردیم. شما نگاه کنید، در جنگ جهانی دوم در فاصله 1938 تا 1938 تا 1945 60 میلیون نفر مردن. من این فیلم رو نگاه که فیلم مستند بود. بابا مثلا ژاپنی رفته بودن چی؟ این چینی ها رو زنده زنده یه گودالی کنده بودن از اون بالا، زنده زنده اینا رو میداختن تو گودالی خاکشون میریختن. یعنی حتی گلوله هم حرامشون نمیکردن. شما نگاه میکنید تو این فیلم مستند، نگاه که همینجور تا چشکان مثل درخت آدم ها آویزون بودن، اعدام کرده بودن، جنازه ها همینجوری ریخته بودن رو هم. 60 میلیون بابا کم نیست، 60 میلیون اون مصیبت. حالا نگاه کن تو دنیا هم چه اتفاقی افتاده. من نمیگم البته، من اصلا نمیخوام بگم که این اتفاق کمه، ولی ما انسان های دردونه بار اومدیم، عزیز دردونه در بار اومدیم، نونور بار اومدیم. در کل این کرونا که دنیا رو تعطیل کرده تا الان 304,000 نفر جون خودشون از دست دادن. 304,000 نفر چیکار دارن بهش؟ 60 میلیون. ما میگیم آقا مصیبت دنیا تغییر کرده، تغییر کرده، ولی نتیجهش کشته شدن، جان باختن 304,000 نفر بوده. نمیگم کمه، ولی که انسان بشر مصیبت هایی رو پشت سرش گذاشته که این کرونا جلوش اصلا معنی نداره، اصلا معنی نداره که کرونا امروز با مصیبت هایی که بشر در طول تاریخ پشت رو برو شده. مثلا 60,000 نفر در 60 میلیون نفر در جنگ جهانی. حالا این کرونا که تا حالا 304,000 نفر بیشتر نکشته، حالا زیاده ها، یکیش هم زیاده، نمیگه بیاد از اونا بیرون نترسید، ولی که باعث شده که مثلا دنیا هیچ خبری دیگه وجود، همه ترسیدیم. خلاص راحتیت میکنم، برای جمهور روسیه گرفته تا بقیه که گفتم، چون جونمون برای ما عزیز شده خیلی زیادی، جون انسان ارزش داره 100% قبول داره، ولی تمامی بودی که به اندازه پشم ارزش نداشته با اون زمان ها. موقعی میگیم مصیبت مصیبت، ببینید این فیلم های زمان جنگ جهانی رو ببینید، مستند داره، ببینید چی بودن بشر. دعا میکنید خدا شکر بودید که آن از اصل کرونا به دنیا آمدید. در اصل به باور که من ایشان نگاه میکنم بودم بابا خدایا 100,000 مرتبه شکر که ما در طول 1936-1938 به دنیا نایمدیم. تماشا کنید که چه خبره. مثلا من این خبرهای مهم دنیا الان این چیه؟ مثلا ایران، آقای محسن چاوشی یه خواننده‌ای که در ایرانه یه عکسی کشیده، نمیدونم تصویری گذاشته حضرت علی، نمیدونم شمشیر، بعد گفته ما دشمنان رو شقه میکنیم، نه فلان، یه چنین چیزی. زن ابی خواننده معروف ما جوابش رو داده که آقا گردن کلفتی ها چیه، شمشیر میکشیم، فلان چیه. اون هم بهش گفته مثلا شما ساکت باشید، شما کاباره، خواننده کاباره ای هستید، شما چیکار دارید به شهامت تهران، مردم تهران، از این چون دعواشون. بعد نگاه کنید، نه اینکه دعوای حالا دعوا که خیلی مسخره است، بعد مثلا خبرگزاری های بزرگ که مردم به خبرهای ایرانه میدن
آقا نگاه میکنه که مثلا فکر کنید مثلا بی بی سی لندن با اولین خبرش امروز صبح از خواب بلند شدم که عذرخواهی زن ابی از چاوشی، بعد مدیر برنامه ابی گفته من این عذرخواهی نکردم. همش خبر اول دنیای ایرانی فارسی زبان ما این شده. یا مثلا آقای روحانی یا فلان در تهران گفت آقا شب احیا رو یا نمیدونم شب عید فطر بگیرید یا نگیرید. بابا برید مصیبت های بشر ببینید چه خبر. به همین سادگی اینقدر ما واقعا پرتغالی بزرگ شدیم، سوسول بزرگ شدیم که همه چیز در حد کرونایی که تا به حال جمعیت کره زمین حدود 8 میلیارده 300 هزار نفرشون کرونا جونشون گرفته، که گفتم نمیگم کمه ها، ولی که قدر زندگی خودمونه بدونیم. اینقدر عزیز دردونه و نمیدونم لوس زمانه این قرن پیشرفت، این قرن تکنولوژی ما رو بارو برده که کوچکترین مصیبتی زندگی ما رو زیر رو میکنه، به قول آمریکایی‌ها آپساید داون میکنه. خیلی خوب، این از شروع برنامه که میخواستم با تو صحبت کنم امروز. خب بعد در مورد آدم ها و شخصیت های مختلف آوردم تو تلویزیون تو این زمان کرونا باشون صحبت کردم و تا حالا شاعر نیاوردم. امروز خب یک شاعر رو بیارم، یه شاعری که شعر قشنگ میگه، لطیف میگه، دلنشین میگه. از این که من زیاد توضیح در مورد این شاعر ندم، بریم چند تا پیام بازرگانی ببینیم و این شاعر معاصر رو شما از زنده به طور تایل ساتلایت سفر بکنیم. کافه قنادی بیژن، بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرین‌های ایرانی و اروپایی، بستنی و پالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک‌های عروسی و تولد، انواع ساندویچ‌های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن حوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت، تلفن کد 408-971-8000. شیرین‌های بیژن همتا ندارد. آیا شما هم فرصت کافی برای آشپزی ندارید ولی غذاهای خوشمزه ایرانی را ترجیح می‌دهید؟ های هانی، امشب شام چی هوس کردی؟ امشب هوس خورش فسنجون کردم، مخصوصا دستپخت مامان. اوه، اوکی، پس دیر نکنی. های مام. های پسرم، شام چی می‌خوای برات آماده کنم؟ مامان جان، من خورش قیمه دوست دارم. Is grandma gonna come over for dinner too? grandma چی دوست داره؟ فکر می‌کنم خورش قرمه سبزی دوست داره. آیا موقعیت شغلی یا کارهای روزانه تمام وقت شما را گرفته؟ برای تهیه غذای خانگی دیگر نگران نباشید. صدف خوشمزه ترین غذاهای ایرانی را آماده کرده که کمتر از چند دقیقه می توانید انواع خورش، کباب و دیگر غذاهای ایرانی را با طعم خانگی بدون پرزرواتیو در محل کار یا منزل نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. اگر به دنبال غذایی ساده، خوشمزه، آسان و خانگی هستید، کتلت صدف را انتخاب کنید. کتلت صدف با طعم و مزه عالی، چه سرد و چه گرم، با ظاهری ترد و در داخل نرم و خوشمزه. از امروز شما هم کتلت گوشت و مرغ صدف را نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین ها. خیلی خوب. الو. خیلی خوب. مهمان امروز من آقای جهانگیر صداقتفر هستن، شاعر معاصر، شاعر گرانمایه ما، که الان تصویرشو لرزان داریم میبینیم که به هر حال دارن تصویرشون رو درست کنن. با سلام مجدد برمیگردم به خانه های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم و آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز و گرامی. آقای جهانگیر صداقتفر شاعر معاصر ما رو خط هستن. آقای
سلام عرض کردم قربان. درود بر شما جناب دلدار، ارادتمندم، خوشحالم که بالاخره تصویر زیبای شما رو میبینم. قربون شما برم. ما دیروز سالا، یعنی دیروز که رچهاش همه سعی کردیم جناب صداقت پر رو داشته باشیم که مشکل تکنولوژی تکنیکی پیدا کردیم، الان هم نظر مشکل داشته برای که خدا رو شد در آخر لحظه درست شد. آقای صداقت پر مشالت اکثر عوض شده، ریش کرونایی ها؟ نه دیگه، این ریش رو داشتم امروز اتفاقا، هم ریش زدم، یعنی چهارشنبه ریش زده بودم، اودوکولون زده بودم. آقای صداقت، این کرونا چقدر زندگی شما رو عوض کرده؟ ببینید، حقیقت اینه که جناب دلدار، من چون سالهاست که، یعنی سالها که میگم 4-5 ساله که ریتایر هستم، بیشتر کارم به خوندن و نوشتن میگذره و خیلی زیاد روی من اثر نکرده، اگرچه از نظر روانی، چرا؟ از نظر روانی آدم وقتی که میدونه که در خونه خودش حبس هست خیلی راحت نیست، ولی افسوس میخورم به خاطر اون کسایی که واقعا باید کار بکنن، سر کار برن و الان نمیتونن برن. من الحمدلله خیلی تو زندگی من تغییری نکرده. جناب صداقت پر، خب من کارهای شما رو مثلا همیشه کاراتون رو دنبال میکنم، اشعاری که میسرایی، اما حقیقتا اواخر داشتم تعقیب میکردم بیشتر شما رو، دیدم شعر شما کرونایی شده، شعر شما عوض شده. درسته؟ من یه شعر خوندم دیدم که در مورد کرونا شرایط امروز گفتید، درسته؟ همینطوره. من از زمانی که این بلا بر ما آمد 5 تا شعر در مورد کرونا گفتم و اتفاقا چون امروز بنا بود که با هم صحبت بکنیم، 2 تا از اون 5 تا رو انتخاب کردم که قبل چیز برای دوستان بخونه. ولی همونطور که تلفنی خدمتتون عرض کردم، چون میدونم که بینندگان عزیز شما مخصوصا نازنینانی که در وطن هستن دیگه خسته شدن از گفتگوها و بحثها و خبرهای بد، چند شعری که امروز خواهم خوند همه سعی کردم که شعرهایی باشه که شاد باشه و مود دوستان رو عوض بکنه. عالیه آقای صداقت، عالیه. ولی حداقل یه دونه از اون شعرهای کرونایی بالاخره روز میخوام بگم شاعرم عوض شده، نمیشه دوش هم نخونید، یه دونش بخونید. شعرهای شاد هم بعد میخونید. دو تا از اون شعرهای کرونایی رو در ابتدا پس اجازه بدید بخونم. دو تا کوتاهه بخونم. تصویر من درسته آقای؟ آره، تصویر دیگه حقیقتش در این آخر حالا خیلی بهتر شد. الان خوبه، عقبم بشینید بهتره. بله، حالا قیافه طبیعیتون روشن شد، زیاد جلو نیاد لطفا. عرض شود که سروده اولی که میخونم اسمش هست زودایند پیک عافیت در بحران ویروس کرونا. زودا دوباره تبسم آفتاب، زودا دوباره تبسم آفتاب و لبخند سپیده به کاکل گلهای اطلسی، زودا دوباره سرود شباهنگ و اشتیاق نسیم سحرگه به رقص نشاط و پرواز پرنده از آشیانه به آهنگ سبز سپیدار. زودا لیعه نور سلامت بر بام انتظار و دوباره شوق و امید و شور و تمنای لب به شهد بوسه های هوس و خواهش آتش تن به برفشردن آغوشی به اشتیاق. زودا دوباره فراخوان برخواستن در آهنگ خروس و فراموشی کابوس در لذت خمیازه کشدار بیداری و هیاهوی رهگذران بامداد، امتداد شکوه شاهراه تلاش
و دوباره در حوالی کوچه های آشتی بشارت شاد باش. زودا دوباره تبسم زیبای آفتاب در آبست پکر حیات. عالی آقای صداقت، واقعا دم تو گرد، زودتر بیا یه زندگی برگیر. اصحانه نه، کرونا رو دوبار نخون، چون شما عشق داشتید که عاشقانه بخونید، بنابراین سخت میکنید کرونا آخری شاید اون وسط ها بخونید، عاشقانه برای ما بخونید. شوق و شادی. اول یه ترانه وطنی بخونم بعد برم سر عاشقانه. آها این ترانه، آره حالا من نمیم کدوم بخون، بخون اگه اونی کم نبود اونو میگم بخونید. حالا بخونید اونو اینو بیشتر از اون دوست خواهید داشت. حالا میخونم. من با آقای جهانگیر صداقت فرد در تماس هم پیروزه بولید سوال گفت آقای وطنی که گفتی خیلی قشنگ بود، به دل من نشست. حالا میگه یکی دیگه دارم که از اونی که من بهشون گفتم میگه بهتره، بخونه بهتره. من اینجا تا توانی در تنم هست، من اینجا تا توانی در تنم هست و تا در جان هوای ماندنم هست، به ذرات وجودم تا دم مرگ امید بازگشت میهنم هست. به چشمنداز زیبای دماوند، به جیهون و بخارا و سمرقند، به آن خاک شرافتمند سوگند که نتوانم دل از کاشان برکند. به پیوند من و آن خاک سوگند، به دشتستان و کارون و به اروند، نخواهم دل ز مادر خاک برکند مگر تا بکسلندم بند از بند. و آخریش، مرا جز مام میهن مادری نیست، مرا جز مام میهن مادری نیست، جز آغوشش مرا بوم و بری نیست. چو سر بر می نهم بر بالش مرگ، مرا جز خاک ایران بستری نیست. بارکشن. مرا جز خاک ایران بستری نیست. آفر جانگیر خان، دست شما درد نکنید، چه شعر دلنشین. واقعا واقعا من شعر تو دوست دارم، همین دلیل دعوت کردم بعد یه هفته تو بالا هستم که بیارم توی برنامه. واقعا دلشید بیستاره. آقای صداقت فر، حالا بعد عاشقانه برامون شادی آفرین برامون بخونه. بسیار بسیار. اسم این غزلی که میخونم هست کاش میشد. کاش میشد با شراب عشق مدهوشت کنم، کاش میشد با شراب عشق مدهوشت کنم، در قدح ریزم تو را ای نوش جان نوشت کنم. کاش می شد هوشیارانه توی بیخیش را با خود بیخیشتن یک شب هماغوشت کنم، با نوازش های چنگ و بوسه های نوش و نیش، پرنیانی از کبود و سرخ تن پوشت کنم، ببر ناآرام تن را از قفس سازم رها، ببر ناآرام تن را از قفس سازم رها، قصد جان آهوان دشت آغوشت کنم، آنچنان در شعله لذت بسوزانم تو را تا حدیث آتش دوزخ فراموشت کنم. تشی در جانت اندازم ز شوق اشتیاق، آتشی در جانت اندازم
ز شوق اشتیاق، زیر باران تنم آنگاه خاموشت کنم تا فراموشت نگردد شهد نوشین وصال، گوشواری از غزل آویزه گوشت کنم. ناز بی اندازه و شور جوانی در گریز، نازنینا کاش میشد تا فراموش. آره آقا اسرقطا، خانم پیلدار، شما این آهنگی که مثلا دوباره خوانی بوده از خانم مرضیه رو لطف فرمایید برای آقای امیر شهرتی در کانال تلویزیون پارس بفرستید که در فاصله ما بتونیم تا ایشون دارن یه استراحتی بکنن یه آهنگ ترانه هم خیلی زیبا در آقای اسرقطا یه فرمایید که اولا بذارید من یه مقدار در مورد شما اطلاعات، خب ایران اینجا همه شما رو میشناسن، تقریبا میتونم بگم که اکثریت با کار شما آشنا دارن، آشنایی دارن، ولی بفرمایید که اولا یه مقدار در مورد خودتون صحبت بکنید، هم وقت آمریکا هستید، از چه موقع شروع کردید با بند شعر گفتن و سبک کارتون چیه، یه مقدار در مورد خودتون صحبت بکنید. ببینید جناب دیگر، من سرودن را از سنین خیلی نوجوانی آغاز کردم و فکر میکنم که مثل همه شاعران هم عصر خودم سرودن رو با اشعار سنتی مثل غزل و قصیده و رباعی و ترانه و چهارپاره شروع کردم، ولی تحول شعر من، روند تحول شعر من از شعر سنتی کم کم به شعر امروز گراییده و شناسنامه کار من اصولا از کارهای نوع من دیده میشه، ولی امروز چون که با بینندگان شما در سراسر دنیا تماس دارم، اکثر اشعاری که انتخاب کردم چون شنیدن و خواندن و درک کردنش آسان‌تره، بیشتر از اشعار سنتی استفاده کردم. ولی تحصیلات من معمار و شهرساز هستم، نقاش هستم، از سن 18 سالگی به آمریکا آمدم، بعد از اخذ لیسانس و فوق لیسانس در شهرسازی از یک کتابی به نام کتاب انتوپیا به زبان انگلیسی نوشتم که مربوط به حرفه من هست. این کتاب موجب شد که دولت ایران از من دعوت کرد و من به ایران آمدم، یک سری سخنرانی در دانشگاه‌های تهران و وزارتخانه‌های تهران انجام دادم و این دعوت موجب شد که به من کارهایی پیشنهاد شد که من چون در اون زمان هم در دانشگاه همتون تدریس می کردم و هم کار معماری می کردم، برگشتن به ایران برای من مشکل بود. روانش شاد اسکندر فیروز که رئیس سازمان محیط زیست اون زمان بود، روز آخری که من می خواستم دیگه برگردم به آمریکا، برای نهار من رو دعوت کرد و گفت من شنیدم که تو نمیتونی به هر دلیلی برگردی ایران، من یک پروژه دارم، با خودت ببر آمریکا، آمریکا روش کار کن. من با اشتیاق پذیرفتم این پروژه که هنوز هست ولی متاسفانه به اون صورتی که ما طرح‌ریزی کرده بودیم انجام نشد. پروژه عظیمی بود و هست به نام پارک پردیسان. پارک پردیسان در اراضی شمال غرب تهران در اون اراضی فرهزاد هست و من این پروژه رو پذیرفتم، اومدم آمریکا، یک سال و نیم روی این پروژه کار کردم و به اتفاق جناب اسکندر فیروز، چون پروژه بسیار بسیار عظیمی بود، گروهی از معماران و لندسکیپ آرشیتکت‌های جهانی رو انتخاب کردم و وقتی که دیدم که نه این پروژه جدی هست و داره پیاده میشه، به دعوت مجدد جناب اسکندر فیروز برگشتم به ایران و مدت 5 سال در ایران روی این پروژه کار کردم. بعد از انقلاب متاسفانه پروژه اون وزارت سازمان برنامه دیگه بودجه بهش اختصاص نداد
و من مجدداً به آمریکا برگشتم. این خلاصه داستان منه. 4 کتاب شعر چاپ کردم. اولیش شرکت اقبال چاپ کرد در لس آنجلس به نام غریبانه، دومیش خطابه کفر، سومیش سمفونی سرگذشت یک قوم و آخریش آزمون برگزیدگی هست و یک کتاب چاپ نشده دارم که آماده چاپ هست که تمام سروده های سنتی من رو در بر میگیره به نام کهن سروده های جهانگیر صداقتور که انشالله اونم به زودی چاپ خواهد شد. عالی. خیلی ما فکر کنم که در این فاصله کم شما کاملا ما رو با گذشته و حال خودتون آشنا کردید. من نمیدونم آقای امیر شهرتی برای شما از اینجا یک آهنگ ویدیو فرستادن که من دلم بخواد که پخش بکنید، چون هم امروز آقای جهانگیر صداقتور برای اول برنامه تو برنامه من شرکت کردم برای نخستین بار، همین آهنگی رو یه خانم جوان خونده از آهنگای مرضی است، خیلی قشنگ بود. حتی گفتن نوه مرضی است اینا، من تحقیق دیدم نوه مرضی نیست، یه خانم جوانی خیلی قشنگ خونده. برای اینکه برنامه امروز با نوه و بیمارمون نوه بذاره که ترانه نوی هم داشته باشه. آقای شریعتی شهرودی ببخشید این لطف فرمایید که پخشش کن که آقای صداقتور یه نفسی تازه کنه و برگردیم دوباره اشعار آقای صداقتور رو دنبال بکنیم. تو خیلی ممنون. ممنونم، بسیار خوشحال میشم که بشنوم این آهنگ. باشید در خدمت هستم آقای جهانگیر خان. قربان شما. یک وکیل یک ایالت. دکتر منا دلدار وکیل تصادفات با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر منا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان، منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود و چی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. کافه قنادی بیژن. بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرین‌های ایرانی و اروپایی، بستنی و پالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک‌های عروسی و تولد، انواع ساندویچ‌های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن حوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت. تلفن کد 408-971-8000. شیرین‌های بیژن همتا ندارد. اگر به دنبال غذایی ساده، خوشمزه، آسان و خانگی هستید، کتلت صدف را انتخاب کنید. کتلت صدف با طعم و مزه عالی، چه سرد و چه گرم، با ظاهری ترد و در داخل نرم و خوشمزه. از امروز شما هم کتلت گوشت و مرغ صدف را نوشه جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. خیلی خوب، اولا خیلی خوب سعی میکنم تا آماده شدن این ویدیو اگر بشه، چون دوباره سکن بفرستی بشین آقای جانگی خواهی تکنولوژی شما پری روز باش درگیر شدید و میبینید چقدر که به خودم از سان فرانسیسکو به لس آنجلس همه چیز رو زنده بفرسته، بالاخره نتیجهش همینه، بعضی وقت نمیشه. درسته. حالا ما خیلی صبر کردیم، واقعا صبر کردیم. سراشم که شما یه چیزی در مورد صبر به ما بگید، ما صبر مش کنیم زیادتر شد. یه شعر صبر برام بخونید. فل بدای من شما میخوام شما باز بگید. یک سروده کوتاهی هست به نام طریق منزلگاه مراد. همون که مراد شما این بود که این ویدیو پخش بشه که نشد. ها؟ تا کاشفان انگور دیر خوابی شراب را در خم تدبیر تاب بیارند، میخانه ماندنی است.
تا کاشفان انگور دیر خوابی شراب را در خم تدبیر تا بیارن میخانه ماندنیست. من صبر میکنم تا غوره ها در تف آفتاب مویز شوند، تا موسم شاد مستی حلوا پزان. ولی خدای را چند منزل عذاب آقی است. آره گلا دمت گرم. حالا بذار تا شما رو خط دارم با هم دیگه هستیم، شاید این ویدیو رو بتونم بازش کنن. هیچی جالب شاید چند تا بینندگان ما برای من ایمیل فرستادن یا تو فیسبوک مخصوصا بیشتر برای من پیغام گذاشتن که چرا شما اصلا مهمان خانم نمیارید. گفتم والا بذار توضیح بدم چرا نمیارید. من با یه خانمی همین هفته در هفته گذشته در همین هفته که الان روزی جمعه است، من با دو تا خانم تماس گرفتم. گوش میده آقای جانگیر فرد، آقای سرقان فرد خوب دارم گوش میکنم. اون سخن از خانم هست مخصوصا با دقت گوش میده. گرمه آقا جانگیر خان خوش بدید. یه خانم جوانی که برمان بوره دم داشته باش بیارمش تلویزیون، پیش گفتم زنگ زدم گفتم که بیاد یه گفتگو با تو در این مورد. حالا نمیخوام در مورد خانم زیاد توضیح بدم چون میشناسیدش. نمیخواستم اون صد تا جون گفتم چیکار اصلا صحبت شدن. گفتم یعنی چی صحبت چه نکنم؟ گفت ببین چاخ شدم من اصلا نمیتونم بیام جلو دوره 20 پوند. گفتم بابا حالا نه اصلا تو الان زور و زبان نمیشه. هر روز همون چهارشنبه قرار بود، دوشنبه باید با یه خانم دیگه قرار گذاشتی، با شوهرش صحبت کردم، با همسرش صحبت کردم، فلانی خانم تو بگو بیاد که خواننده هستن، با چهارشنبه آقای استراحت فر هستن، با همدیگه یه گفتگو ایشون باشه شما هم باشید. آقای گفت چش من آمادهش کنم. دیدم شب سه شنبه شب ساعت 10:30 منم خواب بودم، زنگ زد از خواب پریدم گوشید و برایش گفت خانم فردا نمیاد. گفتم چه؟ گفت گفته من 30 پوند چاخ شدم ما حالا من بتونم من جلو کنیم. عجب به همین که خانوما رو نمیتونیم بیاریم چون کرونا. من فکر کردم بهانه این می بود که من باید برم سالمونی، سالمونی ها بستن. اونم هست حالا اینه به شما بگم سرمونی قشنگ گفتید. حالا آقایون هم از یه حرفا میزنن. دیروز با آقای صحبت کردیم که برنامه آدم تخصصی و فلان اینا قرار باشتون که دوشنبه بیاد تو برنامه. گفتم فلان دوشنبه من اصلا نمیتونم بیاد. گفتم چون موهای من قیافه من انقدر اسفناک شده من نمیتونم. با آرایشگاه با دوست من برم سلمونی. گفتم همه این مشکل الحمدلله شما این مشکل نمیشونی آقای صداقت. من قبل از این وقایع خوشبختانه رفته بودم سلمونی و موامو خیلی کوتاه کرده بود. اینه که تا حالا دوام آورده. ولی باور کنید جناب دلدار، من در این مدت 5 پوند وزن کم کردم. جدی؟ باور کنید نمیدونم چرا. شاید به خاطر اینکه هر غذایی رو که میخوایم دیگه نمیتونیم بگیریم. نمیدونم. بعد حالا جالب شما آقای صداقت، رفته بودم دیروز خونه یکی از حالا دوستان، بعد این داستان من گفتم که من نمیتونم خانم بیاریم تو برنامه، تو خانم های سرشناس و به اصطلاح کسایی که اثرگذار تو جامعه هستن تو برنامه‌شون دارن بیان جلو دور، هر چی از آقایون ما بیاریم ایشون. چون میگم چرا؟ شوهرش گفت چرا؟ گفتم برای اینکه مسئله وزنه. یا خانم از اون تر داد زد آ صحبت وزن توی خونه نکنید، صحبت وزن. آقا خانم آقای صداقت فر از این کرونا کفری هستن دا، یعنی واقعا خانم عصبانی همه مثل که لاجرم همه ورداشو رفته بالا. بیاد توی خونه صحبت وزن نکنید. خب آقای سپر ویدیو رسید دست شما؟ خیلی خب آقا از خیلی ویدیو خواستم شما استراحت کنید. من صحبت کردم شما استراحت کردید. یک شعر شعره که من دلم خواست میهنی بود و میتونید اونو بخونید بلا خب همون شعر عاشقانه یا شاد و یک چشم اونو میخونم. ولی جناب دلم من یک شعری رو انتخاب کردم که امروز بخونم که
تاریخش برمیگرده به تقریبا 30 سال پیش، ولی اینو میخوام تقدیم بکنم به همه بچه های هم نسل خودم، بچه هایی که این خاطره ها رو یادشونه، من جمله خود شما. البته شما از من جوانترید، ولی فکر میکنم شما هم با این شعر وصل خواهید شد. آقا چای میخور، همین که گفتید برای بچه های هم نسل خودم، ما اصلا دیگه مشتاق شدیم. به ما گفتید بچه کم کردیم، آقا بفرما. یادهای خوش گذشته. یادت می آید آن کوچه های تنگ را؟ یادت می آید آن های تنگ را که از اذان ظهر تابستان بوی معطر غذا در آن پر بود و از پشت پنجره های نیمه باز مطبخ ها مادر مدام مضطرب توپ ما بود و شیشه های همسایه و قرقر مهربانانش به هوا که پدر گرسنه و خسته هر لحظه میرسد از راه و دکان نانوایی شلوغ می شود، لیک ما همچنان بازی من گر. یادت می آید آن روزهای دور در خاطر گم شده را؟ اختهای کوچه تشنه و ما نشسته در سایشان بر لب جوی، صحبت از تیم تاج بود و دارایی و با نجوا قصه خوابهای مرتعش بلوغ بود و ترس رسوایی و سینه های دختر همسایه که انگار دارد آماس می کند از پشت روپوش ارمکی و تپش های قلب هامان آه با هر نگاه دزدکی. اذان ظهر چه نوای دلنشینی بود، اذان ظهر چه نوای دلنشینی بود و نان سنگک برشته خشخاشی خوشبو تا به خانه برسد سرد بود و کنارهاش مزرس و پدر عرق ریزان با پاکت میوه زیر بغل میرسید از راه. سلام علیکش در نهایت خستگی، اما چه مهربان و سفره همیشه چه رنگین بود با سرخی تربچه و سبزی ریحان. یادت می آید صفای خواب نیم روز در اتاق روبه نصارا و چگونه بی تردید از فغان دورگردی که گردوی تازه داشت و یا طالبی گرمکی که کندوی عسل بود و یا هندوانه‌ای که به شرط چاقو و یا زعرعر جان خراش الاغ رمیده‌ای از خواب نوش سراسیمه بیدار می شدیم و کاسه آب یخ روی تاقچه از گرما عرق می ریخ. مرسی. و سماور ورشو با قلقل یک ریزش منتظر دم کردن چای جهان بود. یادت می آید آن غروب های دم کرده تابستان را؟ بوی معطر خاک باغچه که تازه آب خورده بود از پستان صد روزن آب پاش و تراوت بنفشه های نیلگون و زرد و سپید و رقص نرم و تنبل شاخه های درخت بید و عطر خاطر ساز یاس ها که در هوا می ریخت و تخت کنار هم با فرسوده نخنمای جاجیمی زیر سایبان درخت پیر چنار و دوباره سماور و ماست و پونه و پنیر و خیار و رایحه خنک آب خزبسته حوض و فرار دائمی ماهیان بازیگوش
و لجاجت گربه های همیشه گرسنه. یادش به خیر آن روزهای قشنگ که نهایت غممان بی توجهی دختران همسایه و جوش های غرور روی گونه هامان بود. یادش به خیر آن روزهای ولنگاری، آن دوره های بیخیالی و سبکباری، آن یادهای خوب به جا مانده در لحظه های مهالود خواب و بیداری. آه یادت به خیر، یادت به خیر داستان شب، برنامه گلهای رنگارنگ. آه ای آسمان پرستاره شبهای دلگرفته تابستان که سقف گنبدی اتاق خواب پشت بام خانه ها بودی. آه ای گنبد کبود که در عمیق تو راز هزار افسانه پنهان بود. یادت بخیر، یادت بخیر. آقای صداقت واقعا عالی بود. یعنی من باورم خب الان 30 سال پیش اینو گفتید، بلکه همین تمام اون جزئیات چجوری بهتون بگم نوستالژی زمان ما رو، زندگی که در واقع ما جوانای اون زمان می‌کردیم، همه رو قشنگ مثل یه پرده سینما شده یه شنونده آورد. واقعا یعنی من تنگکتون که از تپش سینه دختر هرمکتوش مدرسه گرفته تا نون سنگکتون تمام همش فاطمه یادمه. حالا اضافه کنم چند قشنگ گفتید، زور که میشد من معمول خرید نون بودم. بله خیلی خوب. بچه ها تو فاصله 12 تا 1 یا 2 که مدرسه تعطیل بود تو کوچه فوتبال بازی میکرد یا والیبال. ما نون سنگک میگرفتیم، میمدم من بایی تو کوچه به هر کسی تعارف میکردن یه کسی نونه میکن میرفتم خونه میدیم اه نونه نصف شده، مادر پدر دعوا میکرد نونه نصف شده بود. همون گوشه هاش مزرس بود. آره همین که گفتی درست، یاد داد و فریاد پدر مادرم افتادم که میگفتن نونایی که تو هر روز میری که نون نیست، که نصفش نفته. واقعا قشنگ بود. آقای صداقتر این خواهش کنم برای من بفرستید که من حتما این کار رو میکنم. اجازه بدید من یه چیز هم بگم. حیفم آمد که خدا رش رو شاد بداره، تورج فرازمند از این شعر خیلی خوشش میومد و یک بار هم با صدای قشنگ خودش اینو در برنامه خودش خونده بود. منم این شعر رو خیلی دوست دارم. خاطر حتما چاپش دو مجله چاپش کنم. سپاس گذارم جناب آقای جهانگیر خان صداقفر. اولین تجربه تلویزیونی هم با شما فوق‌العاده بود. من که لذت بردم دیدم تماشاگرم لذت. ممنونم. من تشکر کنم از آقای سپر عزیز، مهندس عزیز برنامه امروز من، کارگردان فنی که برنامه بدیگی پیش بردن. سپاس گذارم از شما تماشاگران عزیز که با من بودید و من میدونم که آقای جهانگیر صداقفر با این سپاس با من همزمان خواهند بود. سپاس بیکران و درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. در برنامه بعد حتما با شما خواهم بود آقای صداقفر. روزهای بیشتری با هم باشید. خیلی ممنون. سپاسگزارم این فرصت قشنگی که به من دادید. ممنون.